اولین نمایشگاه بین المللی تحت نام نمای هریوات در شهر هرات گشایش یافت. این نمایشگاه به مدت 3 روز ادامه دارد و تولیدات زنان در 10 غرفه به نمایش گذاشته شده است. امروز ما نمایشگاه تحت نام نمای هریوا توسط کار صنایع دستی بانوان هرات ما ایجاد کردیم. هدف از ایجاد این نمایشگاه تشویق هنر خود افغانستان و به خصوص زنان افغانستان. تمام فعالیت هایی که انجام میدن ما امروز به نمایش گذاشتیم. در این نمایشگاه صنایع دستی مختلف در بخش های قالین بافی، مینیاتوری و گلدوزی به نمایش گذاشته شده است. غرفه‌داران برگزاری چنین برنامه هایی را در بازاریابی و معرفی صنایع دستی بانوان مؤثر قلمداد می کنند. نمایشگاه خوبه که ما میتونیم بیشتر پیشرفت کنیم، بیشتر به در بین مردم آشنا شیم و میتونیم در آینده بخیر بیشتر نمایشگاه دیگه داشته باشیم. برای تقویه و رشد هنر خانوما و برای از این که خانوما بتونن بیشتر تمرکز داشته باشن رو هنری که دارم، رو کارهایی که دارم و خیلی هم تاثیرگذار این نمایشگاه. که از این نمایشگاه که بین المللی خیلی خوشحالیم که جنس ما شناخته میشه و تمام دنیا تبادل افکار میشه. مسئول بخش فرهنگی کنسولگری ایران در هرات نیز برگزاری چنین برنامه هایی را در استحکام روابط فرهنگی بین دو ملت مؤثر می داند و تلاش بانوان سنت پیشی افغان را می ستاید. با توجه به اشتراکات خوب فرهنگی، تاریخی و زبانی که داشتن امتداد داشته و این گونه رویدادها می تونه قوام ببخش این مسیر رو. خیلی خوشحال و خوشنود هستیم که امروز بخشی از این هنرمندان ما سرپرستان خانواده هستن که با خلق آثار هنری خود در واقع گذران میکنن و این تولید هست، این ایجاد اشتغال هست. از سوی دیگر شماری از بانوان که در این نمایشگاه اشتراک کردند تلاش زنان سنت پیشه را در شرایط کنونی قابل قدر میدونند و خواهان حمایت دولت و مردم از تولیدات داخلی هستند. افتخاری بر ما و قوت قلب انرژی گرفتیم از حضور خانم های عزیز تحت این شرایطی که خانم ها واقعا همگی از لحاظ روحی خیلی به هم ریختن و مشکلات روحی بر ما پیش آمده، ولی اشتراک از اینا در این نمایشگاه ها و به خصوص غرفه‌دار های عزیز ما که صنایع دستی واقعا صنایع ارزشمندیه و این همیشه من میگم زنان افغان هرگز ناامید نمیشن و اونا همیشه باعث پیشرفت خود و خانواده خود هستند. با این حال رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب میگوید که گشایش چنین نمایشگاه برای معرفی تولیدات زنان مفید واقع شده و قرار است در آینده نزدیک نمایشگاه دیگر صنایع دستی بانوان در ایران نیز برگزار شود. با آینده نزدیک یعنی به همه برج جوزا خود ما هم برگزاری یک دوره آموزشی سروزه تا با یک تعدادی از خانمای تجارت پیشه به ایران میریم و من تا تجارب از اونا هم بیاموزیم تا بگیم که اونا هم بیایم از کشور ما محصولات ما هم دیده کنم یک روابط نزدیکی برقرار. گفتنی است که این نمایشگاه چند روز پیش در مشهد ایران نیز گشایش یافته بود که به گفته مسئول فرهنگی سرکنسولگری ایران در هرات با استقبال زیادی در آن سوی مرز مواجه شده است.